درود بر شما بینندگان عزیز، مجددا سال نو رو به شما شاد باش میگم و امیدوارم که همون گونه که دیروز گفتم سال نو رو با همت خود و همیاری همدیگر سالی بسازیم که همه ما در درون دل آرزوش رو داریم و این آرزو رو که همیشه انتظار داریم شخص سومی برآورد بکنه، بتونیم با همت خودمون و با همیاری همدیگه به اون جای برسیم که واقعا دلخواهمون هست و ایرانیان در جایگاهی قرار بگیرن که حق مسلمشون در دنیا هست. سخن رو کوتاه میکنم. یکی از برنامه سازان معتبر تلویزیون پارس که دیروز در کنار ما نبودن به علت اینکه در الان در دالاس هستن در تگزاس، آقای بهرام مشیر الان در کنار خودمون داریم. من سخن رو کوتاه میکنم و از آقای مشیر خواهش میکنم که برنامهشون رو آغاز بکنن و در طول این برنامه سوالاتی هست که من مطرح خواهم کرد و آقای مشیری قطعا با تدبیر و معلوماتی که دارن به ما پاسخ خواهند داد. آقای مشیری خوش آمدید برنامه خودتون. درود بر شما آقای شجره گرامی، دوست عزیز و قدیم من. من سال جدید رو خدمت همه هموطنان گرامی در سرتاسر گیتی صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم، همچنین خدمت شما. و میخوام اضافه کنم آقای شجره، کسانی که تلویزیون پارس نگاه میکنن معمولا در واقع ما رو میبینن، این کسانی که جلوی دوربین مینشینن شما رو میبینن، بنده رو میبینن، سایر دوستان گرامی رو میبینن و به حرفای ما گوش میکنن. اما فراموش نکنیم که تعداد بسیاری از زحمت کشان تلویزیون پارس و هموطنان ما چهرش رو نمیبینن. اگر زحمات اونها نباشد ما هم نخواهیم بود. این است که لازم است که قدردانی بشود، تا اونجا که ذهن من الان اجازه میدهد، از دوستان بسیار عزیز و نازنینی که از بام تا شام زحمت میکشند تا این برنامه ها بتواند پخش شود. شما وارد در کوچک تلویزیون پارس که میشوید، ابتدا چهره زیبای دو بانوی نازنین رو میبینید، یکی فرشته است که یکی از قدیمترین یاران مهندس شجره بوده و ماریای گرامی با اون ادب و نزاکت و کلاسی که خاص اوست نشستن و مشغول کار هستن. بعد نگاه مستقیم که میکنید زهره رو میبینید. زهره همیشه پشت کامپیوتر کارش انجام میده. زهره در واقع عروس دوست از دست رفته ما تورج نگهبان هست که همسرشان نوید در واقع فرزند تورج هست و جدیدن چند ماهی است که نوزادی هم به نام ننوین در واقع اگر اشتباه نکنم خداوند عطا کرده به ایشان. و بعد از کارکنانی که در واقع رهبران فنی تلویزیون پارس هستند، امیر شهرتی، عرض می کنند که دو امیر ما داریم. یکی از این امیران در واقع فرزند، عرض کنم که فرشته هست، وارتان رو داریم، سپهر گرامی رو داریم که امروز در واقع برنامه رو هدایت فنی می کنند و صفا صفتری رو داریم و اگر کسی نامی از غلط قلم افتاده من عذر میخوام. خواستم خدمت این دوستان گرامی هم نوروز رو تبریک بگم و از زحماتشون قدردانی بکنم. آقای شجر خیلی ممنون. و یکی دیگر هم از احسی حکیمزاده که ایشون هم با جز کاز فنی هستن و یه نفر دیگر هم باز اضافه بکنیم از افرادی که خب اینجا زحمت میکشن، به نام کارلوس که واقعا کارهای هندیمن و نظافت و تشکیلات استودیو به عهده ایشونه. بعد نیست از این هم یاد بکنیم که بالاخره کارگر زحمت کشیست. و دیگر دوستان آقای فریدون میرفخرایی هستن که واقعا به عنوان کامرامن سیار ما همیشه واقعا در خدمت تلویزیون پارس بودن. هر وقت ما ازشون خواستیم با کمال میل رفتن. آقای ادیک سفریان هستن که باز از افرادی که واقعا خارج از کادر فنی دائمی ما ولی هر وقت خواستیم کردن. و سامان نصیری هست که کارهای کامپیوتری ما رو انجام میدن. اینا رو که شما چون پشت پرده هستن زیاد نمیبینید من اسم برم.
آقای علی رحمانی هست که کار به اصطلاح وبسایت ما در دست ایشون هست و آرشیو ما، و اینا افرادی هستند که واقعا در پشت پرده زحمت میکشن و اگر تلویزیون پاس پا برجاش به همت همه این هاست. خیلی ممنون واقعا که شما این یادآوری کردید. آقای مشیری، من سوال اولم از شما، میدونم که شاید این سوال تکراری باشه، ولی خب چون این برنامه است که من و شما با هم اجرا میکنیم و احتمالا این در آرشیو ما خواهد بود، برای مواقع دیگری هم ما استفاده بکنیم، یک مختصری راجع به تاریخچه نوروز رو کنم. بفرمایید که اصلا نوروز از کجا آغاز شده، توسط کی آغاز شده و مشخصات دیگری از نوروزداری در زمان قدیم. خدمت شما عرض کنم آقای شجره، این اعیاد قدیم ایرانی نزید مهرگان، جشن سده و نوروز، اینها در واقع دو ریشه دارند. یعنی ما میتوانیم در ادبیات اگر نگاه بکنیم، در اون چه بر جای مونده، یکی ریشه طبیعی دارد، یکی ریشه افسانه‌ای دارد. این ریشه های افسانه‌ایش به جهت کتاب های مهمی مثل شاهنامه حکیم فردوسی مشهورتر هستند. در باب نوروز خدمت شما عرض می کنم که روایات مختلف هست. بعض روایات گفتند که جمشید جهان رو گشت و بعد به آذربایجان آمد و در اونجا تاجی بر سر نهاد و نور خورشید بر اون تاج تافت، و چون در زبان قدیم ایران نور رو شید می گفتن، نام او رو جمشید خواندند. این یک روایتی است. و روایت دیگر این که عرض می کنم که شاهنامه آورده و حکیم طوس تصریح کرده است بدین وجه است: به فر کیانی یکی تخت ساخت. جمشید رو میگوید، یعنی نوروز در واقع بسته است به جمشید. جمشید رو بنیانگذار نوروز مینامند. فراموش نکنیم که وقتی میگوییم جمشید، تهمورس، کیومرس و هوشنگ، اینها گرچه نامهای آدم ها هستند، اما هر یک نماینده دوره ای از حیات مدنیت تبار آریایی است که اجداد آریایی ما آمدند به فلات ایران و در اونجا مردمانی بودند دانا، مدنیتی بود پیشرفته تر از آریایان، و آریایان پیروز شدند. اونها رو دیوان گفتن. این که ما میخوانیم که نوشتن خط و در واقع گداختن آهن و ساختن ساختمان ها و غیره و اینها از دیو ها آموختند، مقصود این است که از ساکنان اصلی عرض کنم ایران زمین. بنابراین اینجا هم میفرماید: به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه در او گوهر اندر نشاختی، که چون خواستی دیو برداشتی، ز هامون به گردون برافراشتی، چو خورشید تابان میگوید میان هوا، نشسته برو شاه فرمان روا، جهان انجمن شد بر تخت او. و بقیه ابیات بعد میگوید که به جمشید بر آفرین خواندند، بر این روز را روز نو خواندند، چنین جشن فرخ از آن روزگار، بمانده از آن خسروان یادگار. این است که در واقع به ایجاز استاد طوس که بخش نخستین شاهنامه رو خیلی خیلی به اختصار ایجاز بیان میکنه، نوروز رو در واقع منتسب میکند به جمشید. اما بایستی بدانیم که این نوروز هم مثل ماهای عربی که میچرخد و ما نمیدانیم که قتل حسین تابستان بود از زمستان بود است، و بعض اوقات از بدبختی بچه های ایران این ماجره عاشورا به روز عید میفتد که بنده به یاد دارم و هرگز غم اون روز رو فراموش نمی کنم که افتاده بود به عاشورا و اینها و نه نشاطی بود، نه تخم مرغ رنگی بود آقای شجره، نه شیرینی بود، که چه خبر است که عزاداری حسین است. به نوروز هم میچرخیده و تنظیم نبوده بر اول در واقع فروردین، انتقال آفتاب به برج حمل به قول معروف، اینها تا ما میرسیم به سال 467 هجری در روزگار جلال الدین ملکشاه پادشاه سلجوقی
که در اون روزگار روزگار گسترش علم و معرفت بوده و ملکشاه این مایه عقل و تدبیر رو داشته، شاید هم به سفارش وزیر بزرگ خود نظام الملک که یک ترتیبی بدهند که این نوروز اول بهار باشد. این است که از بزرگترین منجم روزگار و بزرگترین ریاضیدان اون هست حکیم عمر خیامی دعوت کردند که یک تقویمی بسازد و تکلیف نوروز رو چنان مشخص کند که سر یک دقیقه خاص که این در واقع چیز نجومی هست، محاسبات نجومی، این نوروز رو تنظیم کنند به روز اول فروردین. و خیام هم دعوت کرده است از چند تن از منجمان مشهور اون روزگار و با تقویم بسیار دقیقی که اینها ساختن و اسمش تقویم جلالی است و سعدی می‌فرماید اول اردیبهشت ماه جلالی بلبل گوینده بر منابر اقصان. این تقویم تقویم حکیم عمر خیام است که نوروز رو چنان تنظیم کرده است که سال 365 روز و 5 ساعت و چند دقیقه و چند ثانیه عرض میکنم که طول سال هست و هر سال نوروز در همون اول فروردین هست به وجهی که ما میدانیم. بنابراین این تنظیم نوروز برای روز نخست فروردین عرض کنم که یادگار تقویم جلالی ساخته حکیم عمر خیام یا خیامی که دیگر از اون روزگار تغییر نکرده است. و البته فراموش نکنیم ایرانیان نوروز رو از روزگاران بسیار قدیم جشن می‌گرفتند و حکیم عمر خیام در نوروزنامه توضیح می‌دهد این جشن رو، توضیح می‌دهد این مراسم رو با یک زبان پارسی بی اندازه متین که چه می‌گذشت و شاهان ایران چه می‌کردند در اون روز و دو و در واقع دو نوع نوروز داشتند، یکی نوروز خاصه بوده است، یکی نوروز عامه. نوروز خاصه مدت آن 5 روز بوده که پادشاه بزرگان رو می‌دید، خیشان رو می‌دید و در ابتدای سال نخستین کس که به دیدن پادشاه میرفت موبد موبدان میامد با یک دسته از گندم نورسیده و یک شمشیر و انگشتری و جامی زرین از شراب و سخنان زیبا میگفت و ملک رو به شجاعت و دلاوری و عدالت دعوت میکرد و برای او در واقع متقاضی شادی و نشاط بود و نوروز خاصه آغاز میشد. بسیار بسیار زیباست. متاسفانه متن من جلوی خود ندارم که براتون بخونم که چه مایه حکیم عمر خیام زیبا نوشته این مراسم رو که چگونه برگزار میشد و نوروز عامه که روزگار بخشش بود و روزگار شادی بود و روزگار نیکوکاری شاهان بود. شاهان گرچه جبار بعض اوقات عرض میکنم اما موظف بودن که در روزگار نوروز طریق فضیلت پیش گیرن و زندانیان رو ببخشن و بیچارگان رو در واقع رسیدگی بکنن. این است که بی اندازه این نوروز برای ایرانیان مهم بوده و پیش از نوروز 50 روز پیش از نوروز تلیعه نوروز جشن صده بوده 50 روز و مردم آماده می شدن، چه مایه آمادگی ها به کار می بردن از اونجایی که به ساختن شیرینی ها به وقت ساختن شیرینی ها مربوط است، بدون جهت که می گفتن جمشید اولین کسی است که نیشکر را شکسته و قند کش شده و افسانه های دیگر. و این نوروز در واقع از روزگار ملکشاه در واقع بدین وجهی که ما داریم و می بینیم اول در واقع روز فروردین بوده است. و وقتی که اعراب آمدن در ایران، البته اعیاد ایرانی یکی دوتا نبوده، همه اینها رو برانداختن و جشن در واقع مهرگان، صده و نوروز از بزرگترین ها بودن، تا مدتی نیمه جانی داشتن و اما اینها رو هم باز برانداختن تا ما نوروز با نوروز هر چه دشمنی کردن پیروز نشدن. عنصری به عنوان مثال عرض میکنم به پادشاه محتشم محمود میگوید تو مرد دینی و این رسم گبران است، روا مداری بر رسم گبرگان رفتن. یعنی آقا برانداز این نوروز رو، تو مرد دینی، تو اسلامی هستی،
و این رسم زرتشتی هاست، رسم کفار است و روا مداری و رسم گبرگان رفتن. یعنی شما روا مدار که ما همه به رسم گبرگان، یعنی زرتشتیان که به زبان اهانت در واقع هست، اما پیروز نشد. امام محمد غزالی طوسی که بزرگترین حجت الاسلام های تاریخ اسلام هست و همه این ملایان رو با هم جمع کنیم در واقع قد و بالاشون به اندازه قد و بالای نعلین این آقا نمیرسد به لحاظ درایت و روایت و هوشیاری و تسلط بر علوم اسلامی و فلسفه و غیره، میگوید اینها این رو باید تحریم کرد. ساختن چیزهایی که برای نوروز به کار میبرن باید تحریم کرد و از میان برداشت. اما با همه این دشمنی ها نوروز بر جای ماند و شکوهمندتر عرض میکنم روزگاران رو پشت سر گذاشت. این آقای خمینی که از جنس همانها بود، این مرد خبیث بدذات که دشمن ایران و ایرانی بود به گمان من، آمد و وقتی مجبور شد و نوروز بر او تحمیل شد و مجبور شد تبریک بگوید، میگفت جشن بهاره. آقای مشیری عزیز، نوروز اینها رو هم نمیبرد. جناب آقای مشیری، شما در صحبتتون گفتید که در سال 467 هجری ملکشاه سلجوقی، یعنی نوروز به شکلی که امروز ما داریم اول فروردین جشن میگیریم برقرار کرد. قبل از ملکشاه سلجوقی در اون 467 هجری مبنای نوروز ما چگونه بود؟ ببینید این پیش از آن عرض کردن در گردش بود. یعنی چقدر گردش، چقدر در گردش، چقدر تغییر داشت؟ یعنی با قمری یکی بود؟ بله، خدمتتون عرض میکنم اینا رو باید رجوع کنیم به کتب نجومی تا بتوانیم جواب دقیقی پیدا کنیم. اما سالها به وجهی که امروز 365 روز و 5 ساعت و چند ساعت دقیقه نبود، در گردش بود و در واقع سالها رو چون در گردش بود نمیشد که نوروز رو تنظیم کرد برای یک روز. این است که برای روز خاص، این است که ممکن بود یک روز اول پاییز باشد، ممکن بود یک روز اول زمستان باشد. عرض میکنم که فرض کنید در سال 392 هجری نوروز 17 روز مانده به آخر زمستان بوده. این دربان خیلی نزدیک داشته میشده به تقریب خیامی، بنابراین در گردش بوده، درست مثل ماه قمری عرض میکنم که اعراب و وقایعی که در روزگار اسلام رخ داده. ما ببینیم بعض اوقات اینها رو ما در زمستان ببینیم، بعض اوقات در تابستان. این است که این به واسطه در واقع تقویم خاصی بوده است که ایرانیان استفاده میکردن و این نوروز میگشت. آقای شهر چرا پس 1393 که الان ما داریم میگیم، پس بر اساس تاریخی که ملکشاه سلجوقی این نوروز بیشه گذاشته به همچین تقویم خیامی، پس در این صورت ما اون 467 سال قبل هم اضافه کردیم که جمع شده 1393 بیشه یک میشه؟ متوجه سوالتون نیستم آقای شجره. در سال 467 هجری وقتی ملکشاه سلجوقی این تاریخ 1393 جمع از هجرت. آقای شجره ببینید داستان این هست، این خیلی خیلی سوال مهمی است. ببینید آقای شجره، ما یک ملتی هستیم دارای تاریخ. تاریخ ما در واقع از آمدن آریاییان به فلات ایران آغاز شده. تاریخ ایجاد اولین امپراتوری بزرگ در کل اون منطقه و اولین مدنیت حقیقتاً بزرگ از کوروش کبیر هست. این منشأ تاریخ ماست. اما وقتی که یعنی میشه 2500 خورده ای. بله، یکی از کارهای خیلی خوبی که داشت میشد در روزگار حکومت سابق همین بود، در واقع همین بود، یعنی پادشاهی کوروش. این تقویم ماست، این مدنیت ماست. اما وقتی که اسلامیون آمدن، تاریخ همه در واقع اسلام و همه وقایعی که در روزگار اسلام اتفاق افتاده است و خواهد افتاد، اینها رو گذاشتن در واقع مبتنی بر هجرت پیغمبر اسلام از مکه به مدینه. حالا شما ببینید که تاریخ ما
از یک امپراتوری بزرگ، یک شخصیت بزرگ مثل کوروش که نظیر او هرگز در تاریخ نبوده، ما او رو فراموش کنیم و مبدأ تاریخ ایران زمین فرار یک مرد محترم از یه شهری به شهری دیگر که فرار هم که فضیلت نیست آخر که ما من نمیدونم چه بشه گونه بگویم، حالا هموطنان ما رو کافر مینامن اشکالی ندارن، اما حقیقت همین است که فرار کردن نصف شب که نمیتواند فرار کردن یک مرد محترم عرب از یک شهر عربی به یک شهر عربی دیگر، این چگونه مبدأ تاریخ یک ملت بزرگی مثل ملت ایران قرار گرفته، این هم خود عجب است، واقعا چیز عجیب است. خب شما در روزگار رژیم گذشته شد، متاسفانه در مقابل آخونده عقب نشستن همین بود، تاریخ از کوروش آغاز شده بود و داشتن تاریخ، البته ما دچار خیلی مشکلات میشویم به لحاظ تاریخ شناسی، اما حقیقت امر آن است که ما ببینیم بقیه این مدنیت کجا رفته. اگر تاریخ ما یکیست با تاریخ عراق، ما پس سابقه تا درخشان تاریخ ایران زمین قریب 600 سال مدنیت اشکانی، قریب 400 سال مدنیت ساسانی و هخامنشی، اینها کجا رفتن؟ اینها در پرونده تاریخی این ملت هستن و میبایستی تاریخ ما مبدأ ایرانی میداشت که متاسفانه ندارد. امیدوارم سوال شما رو درست جواب داده باشه. دقیقاً من اتفاقاً یه سوال بعدی که اینجا برام چیز میشه اینه که حالا با هر شکلی که اومدن نفوذ کردن عرب، یا حالا با حمله عرب به ایران یا نفوذ اسلام به ایران، من با اصل اون کار ندارم، ولی حالا وقتی که اینها اومدن مبدأ تاریخ ما رو بر مبدأ هجرت حضرت محمد بنا گذاشتن، چرا پس رو جامعه روحانیت با عید نوروز مخالفن در صورتی که خودشون این قرار گذاشتن؟ این دلیلش چی میتونه باشه؟ بله ببینید، اونها گفتن هر اتفاقی بیفتد، اونها بر این هستن که مهمترین واقعه تاریخ بشر هجرت حضرت رسول هست صلی الله علیه و سلم، عرض کنن که به قول سنی ها از مکه به مدینه، بنابراین شما حق ندارید هیچ چیز دیگری رو مبدأ تاریخ قرار بدید. خب هجرت از حضرت محمد در ماهیت قضیه، اینا در ماهیت قضیه دشمنی داره. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم که من این بحث رو قبلا هم کردم، نزد دین باوران، آخوندها، عمامه به سران، اون چه مدنیت در تاریخ انسان بوده باطل بوده و همه اینها جهالت و ضلالت بوده و در واقع تاریخ انسان زمانی آغاز می شده است که ایران به در واقع جهان به نور اسلام منور شده، بقیهش باطل بوده. یعنی مدنیت یونان و روم و ایران و هند و چین و اینها همه فرض کنم که تاریخ ضلالت بوده است تا اینکه اسلام ظهور کرده است. بنابراین اینها دارای هیچ گونه معنی راستینی نیستن و به همین دلیل هم بوده. حتی ساختمان‌ها رو هم اینها تخریب کردن، روزها رو از بین بردن. این نامه‌ای که در پایان شاهنامه هست که در واقع منتسب هست به رستم فرخزاد، اون پیشبینی خیلی جالبی کرده است که اگر اینها بیان چنین چنان می شود، جشن‌ها از میان می رود، دیگه هنگام شادی می نخواهد بود چنین و چنان و ما دچار یک انحطاط تاریخی خواهیم شد. بنابراین اینها آمدن و کل این جشن ها رو باطل دانستن، جشن آتش پرستی، رسم آتش پرستی. همین آقای مطهری که او رو کشتن، یکی از آخوندهای مهم بود، به دربار هم رفت آمد داشت، نمیدونم عضو یا رئیس جامعه فلسفی اسلامی هم بود و حقوق هم از دربار میگرفت، میگفت چرا این کارها رو میکنید؟ ما میپرسیم چرا این کارها رو میکنید؟ میگوین به خاطر که اجداد ما میکردن. خب اجداد شما احمق بودن و یه آیه قرآنی هم آورده. یعنی از نظر اینها حماقته. اون چه به اسلام منسوب نیست و منتسب نیست و وابسته نیست حماقته. بنابراین اینها آمدن جشن ها رو برانداختن، ساختمون ها رو خراب کردن، ادیان رو به زور تغییر دادن و باقی ما نوروز، با نوروز هم تا اونجا که میشد دشمنی کردن که براندازن و هنوز هم ما نواهای شوم ملایان رو علیه نوروز میشنویم. همین در این روزهای متأخر بنده چیزها دیدم. این خب آقای مشیری، باز یه سوال اینجا هستش. ممنونم از اینکه شما وقتی حالا دادید ما این صحبتی میکنیم، چون حالا صحبت پیش اومده.
تاریخ هجرت حضرت محمد که اول فروردین نبوده. در نتیجه بر مبنای تاریخ هجری را اگر این اول فروردین بذارن، خب این چگونه میشه با هجرت حضرت محمد برابری بکنه؟ در اصل هجرت حضرت محمد با مسائل قمری است و به قول شما معلوم است که در چه روزی و چه تاریخ رو چطور این شده مبدا تاریخ، این از کجا آمد؟ آن خدمتتون عرض کنم. ببینید، در زمان عمر اینها نامه می نوشتن و نمی دونستن که چه تاریخی بگذارن. مشهور هست که یک ایرانی احتمالاً سلمان گو آقا ایرانی ها این پارسی ها تاریخ دارن، که معلوم بشه بعد این نامه شما در چه زمانی تحریر شده است. این است که از روزگار عمر آمدن گفتن آقا چه روزی رو ما مبدع تاریخ بگذاریم که این مراسلاتی که از این دیوان به اون دیوان میرود یا از این خلیفه به اون خلیفه تاریخش معلوم باشد. گفتن مبارکترین روز چیز هست، عرض کنم که هجرت هست. این که الان مبنای تاریخ دیگه اینقدر دقت نظر نجومی در این کار نبود که حالا اول فروردین هست یا اول، عرض کردم این دشمنی آخوندا بر این نیست که این اول فروردین هست یا نیست، یا این که این جزء تاریخ اسلام هست یا نیست، یا 1393 هست یا نیست. نه، اینها با ماهیت کار اساسا دشمن و با برگزاری عیدی که عیدی که اسلامی نیست دشمنی دارن. این دشمنیشون نجاست. این است که این با این استدلال‌های شما اینها رو اینها هم میدانند. با اینها رو نمیشود با این سخنان متقاعد. ما داریم برای هموطنانمون این رو میخوام کمی تجزیه تحلیل کنیم که واقعا این مسئله مشخص بشه که مسئله پایه تاریخ ایران از روزگار عمر هجرت رو، یعنی هجرت حضرت رسول رو، اینها مبدع تاریخ گذاشتن و بعد مورخین هم پیروی کردن. در تمام نامه هایی هم که از این دفاتر خلفا به سلاطین یا به امپراتورها میرفت و بر اون مبنا بود. بنابراین این شد مبدع تاریخ اسلام، هجرت محمد از مکه به مدینه. این است که سایر قضایایی که شما میفرمایید در واقع حشو و زوائدی نجومی که به در اینها نمیخورد. اینا گوششون به حرفا بده کار نیست. حالا به نظر شما وظیفه ما در قرن حاضر برای تاریخ ایران چیست؟ یعنی باید بر چه مبنای باشه و چه سالی؟ اگر با بخوایم واقعی تاریخ واقعی برای ایران بخوایم بگیریم، اگر از بنده میپرسید آقای شجره گرامی، نظر شخص بنده، من کاری به نظر دوستان ندارم، از روزگار در واقع بنیاد شدن یا بنیاد کردن امپراتوری هخامنشی و کوروش کبیر، اگر کوروش مرد جباری بود ممکن بود بر ما ایراد بگیرم، اگر کوروش مرد ستمگر و بدنام تاریخ بود، اما یه شخصیت بزرگی مثل کوروش که در کتاب‌های دینی و به اصطلاح آسمانی در ردیف پیامبران هست و هیچ پیامبری هم به حسن نیت او من سراغ ندارم، بنابراین نظر مخلص این هست که تاریخ ایران زمان بایستی از همون پادشاهی کوروش کبیر باشد. اونجاست که مبدا تاریخ ماست، اونجاست که در واقع، یعنی برمیادیم به همون 2500 و تقریبا باید بشه الان 70 خورده ای باید باشه تقریبا اونجا مبدا تاریخ ایران زمین هست. به جهت این که وقتی ما تاریخ هجری شمسی رو که امروز معیار است قرار بدهیم، مانند این است که یک شخصی، یک پهلوانی در روزگار نوجوانی مدال ها برده، پهلوانی ها کرده تا سن 40 سالگی و بعد از 40 سالگی که دوران فتور و ضعف و بیچارگی و بیماری آغاز شده، ما اون شخص رو از اون تاریخ بشناسیم و روزگار شکوفایی و در واقع عرض می کنم که بزرگیش رو نشناسیم. این است که این بسیار خطاست و بایستی تاریخ ملت ما از همون کوروش کبیر باشد یا تولد زرتشت حالا چون ملت مردم ما بیشتر مسلمان هستن این تعصب برانگیز هست، اما در باب کوروش کبیر و بزرگی او و شخصیت او عرض می کنم که همگان بر این هستن که شخصیت بسیار بسیار بزرگی بوده و اون نخستین کسی است که به مسائل حقوق انسانی و حقوق انسان توجه کرده. سخنرانیاش هست، نوشته هاش هست،
مورخان شرقی و غربی، مسیحی و یهودی و رومی و غیره، همه از آن دارن که کوروش مردی بوده است که نظیره بسیار بسیار کم اتفاق افتاده در تاریخ. بله. خب حالا به نظر شما وظیفه ایرانی هست که در این مورد پافشاری بکنند و به چه شکلی؟ ببینید این کارها بایستی در مجلس ملی انجام بشه آقای شجره. یعنی اگر ما ایرانیان همت کردیم و توانستیم این اهریمنان رو سر جای خود بنشانیم و این ملت به صاحبان اصلیش که مردم ایران زمین هستن بازگشت و حکومت اون هم به مالکان اصلی بازگشت، در مجلس ملی بایستی این مطلب به صورت یک قانون ارائه بشه و در اونجا به صورت قانون در واقع تدوین بشه و جز قوانین کشور بشود که آقا تاریخ این مملکت از این روزگار است. نه با امریه میشود این کار رو کرد، نه یک نظر شخصی یا فردی میتواند این کار رو انجام بدهد و کار فقط از طریق قانون توسط مردم، نمایندگان مردم، موافقت مردم است که میتواند این کار رو عملی بکنه. یعنی در اصل داشتن یک حکومت سکولار که با ادیان کاری نداشته باشه و بر اساس ریشه تاریخی یک مملکت بشه تصمیم بگیره و یک تاریخ مدنی برای مملکت ایجاد بکنه. حالا یه سوال دیگری که شما فکر نمی‌کنید که این تاریخ هجری رو که به اصطلاح اسلامی‌ها، البته ما فکر کنم در کشور عربی ما تاریخ هجری نداریم، یعنی مبنای تاریخی خود کشور عربا بر مبنای هجری نیست، هست؟ والا چیز دارن آقای شجره، هجری فکر کنم داشته باشن، قمری هست و شمسی. خب شمسی که فلسفهش فرق میکنه، ولی مبنای تاریخ خود اعراب الان بر اساس قمری است و میچرخه ایاد در اونجا، یا بر من مطمئن نیستم بر اساس هجرت هم که باشه باز هم به نظر من خواهد چرخید، برای اینکه اونا بر اساس ما قمری دارن حساب میکنن. حالا اگر قمری باشد که خواهد چرخید همینطوره. بله. سوال اینجاست که شما فکر نمی کنید که چون ریشه تاریخ میلادی بر اساس میلاد حضرت مسیحه اینها بله. اومدن این رو بر اساس هجرت گرفتن که اینا هم تاریخ ریشه مذهبی بهش بدن؟ من فکر نمی کنم که این تقلیدی از آن باشد. من فکر می کنم که عرض کنم که اینها خودشان به همون وجهی که خدمتتون عرض کردم شایسته ترین روز رو در تاریخ اسلام که شایستگی در واقع مبدع بودن یک تاریخی رو دارد، عرض کنم مهاجرت پیغمبر بوده و این مورد قبول واقع شده. حالا الزاماً ما نمی توانیم بگوییم که عرض کنم که این یک تقلیدی بوده است از فرض کنید تولد مسیح. ما به درستی سندی هم نداریم که این امر رو تایید بکنه. آمدن فکر کردن گفتن آقا اسلام برترین ایده ایست که تولید شده، ما مسلمان هستیم، بنابراین تاریخ ما هم باید تاریخ اسلامی باشد و مبارکترین روزها عرض کنم که روزی است که پیامبر مهاجرت کرده، ما این رو مبدا تاریخ قرار میدیم و همین کار هم کردن. الان آقای مشیری، الان در خود کشورهای به اصطلاح که معتقده یعنی تاریخشون بر اساس سال میلادی است، تازگی ها بیشتر از هالیدی استفاده میکنن، یعنی زیاد دیگه اصرار نمیکنن بر مسئله میلادی و میگن هالیدی، فقط کریسمس هست که ارتباط میدن به تولد حضرت مسیح، یعنی سال نو رو دارن جدا میکنن از به اصطلاح ریشه میلادیش به اون شکلی که میلاد مسیح باشه، چون واقعا هم تقریبا 6 روز اینور برای ارامنه 6 ور اونور 6 روز اونور فاصله داره. این رو اینا دارن آروم آروم جا میندازن در قضیه به اصطلاح سال میلادی رو. حالا سوال دیگری که من مطرح میکنم، حالا برگردیم از این تاریخ به اصطلاح بحث این، شما بگید امروز وظیفه بچه‌ها در ایران برای این نوروز چیه؟ ببینید ما وظیفه بزرگترین وظیفه ما آقای شجره ما بزرگترین وظیفه ما ساقط کردن و برانداختن این رژیم اسلامی است. یعنی به تحقیق شما هم میدانید، مردم ایران هم میدانند
جهان هم میداند هرگز در تاریخ مملکت ما رژیمی به این درجه از رذالت نیامده، به این درجه از در واقع فساد ما چنین رژیم رو سراغ نداریم. بنابراین وظیفه ما ساقط کردن و برانداختن این رژیم هست. حالا کسی ممکن از روز آقا این مشیگن دل خوشی داره ها، نشسته اونجا کنار نمیدونم اقیانوس آرام میگوید براندازی. عرض میکنم که ما برای براندازی ملایان عرض کنم در ابتدای کار در قدم نخستین این بدون معنی نیست که چوب و چماق دست بگیریم و بدون هیچ گونه رهبری و بدون هیچ گونه تشکلی و بدون هیچ گونه نقشه‌ای بخوایم براندازی کنیم. نه، ابتدا ما بایستی این رو، این رژیم رو و ماهیت این رژیم رو و نوع این رژیم رو در ذهن خود براندازی کنیم و دروغ‌های این رژیم رو و تاریخی که این رژیم بر اون مبتنی است و اونچه در واقع این رژیم و آدم‌های این رژیم و کسانی مثل خمینی از اون مشروعیت می‌گیرن اونها رو از ذهن خود دراندازی بکنیم با اندیشه نوین سکولاریسم و حاکمیت ملت و برقراری عدالت برای انسان اون رو جاگوشی می‌کنیم. این براندازی اگر در ذهن ما شد در بزنگاه تاریخی که ضرورت براندازی مادی این رژیم هست خود به خود اتفاق خواهد افتاد. این وظیفه ماست، این بزرگترین وظیفه ماست آقای شجر. بسیار خوب، به دنباله برنامه پردازیم. آقای مشیری، ما در قسمت اول برنامه راجع به این تاریخ و عید و اینا صحبت کردیم، یه چند تا سوال دیگه مطرحه که من اینا رو مطرح میکنم به شما پاسخ بدید. یکیش اینه که تأثیر سیاسی نوروز در فرهنگ ما چیه؟ ببین آقای شجره، ما اگر بخوایم ملت رو تعریف کنیم بیشترین توجه ما به مشترکاتی است که اون مردم، اون در واقع واحدهای سازنده اون جامعه دارن. یعنی فرض کنید بنده حافظ رو که باز میکنم، دلهای ما همه به هم نزدیک میشود به جهت بیان انسانی و بزرگوارانه حافظ و زبان شیرین پارسی. بنابراین یکی از وجوه مهمی که ما رو ملت کرده است زبان پارسی است. یکی از نمایندگان بزرگ این فرهنگ که ما همه به او علاقه داریم و جز مشترکات معنوی ماست حافظ شیرازی است، سعدی است، مولانا جلال الدین، حکیم فردوسی. این چیزهاست، این عناصر هست که ما رو به عنوان یک ملت شاخص کرده. شما در آمریکا نگاه کنید، وقتی که یک شخصی میخواد رئیس جمهور بشه، این حتماً حتماً یک قطعاتی از حرکات این آقا رو با دوربین میگیرن که بگوین این هم از ماست، این در اموری که بین ما مشترک هست و ما به اون علاقه مند هستیم. مثل فرض کنید که کباب کردن در نمیدونم پیکنیک که این چیز سنت آمریکاییست، یا رفتن به بازی فوتبال، یا نشستن تماشای بازی بسکتبال. یعنی میخواهد بگوید که من که میخواهم نماینده شما باشم از شما هستم و ما در بسیاری قضایا مشترک هستیم و این هم یکی از آنهاست، من هم جز آنها هستم، جز شما هستم. بنابراین این است که نوروز به عنوان روزی که همه ما در مفاهیم آن اشتراک معنی داریم و اشتراک درک داریم و روزی است که ما همه محترم می‌داریم، یکی از مهمترین روزهایی است که در واقع مهمترین روز تقویم ایران زمین نوروز هست. بنابراین روزی است که ما همه با هم در این معنی در واقع مشترک هستیم و این در واقع زمینه اتحاد و اتفاق ملت ایران است این روز. بنابراین به لحاظ سیاسی بی اندازه مهم هست. این روز ماست، روزی است که حکومت کنار زده شده و مردم به شادی و نشاط میپردازن بدون اینکه از حکومت بترسن. این روز روز ملت است. بنابراین بر روی هم میخوام عرض میکنم، فدرزم عرض کردم،
به ما مردم که اجازه تشکل نمیدهد، اجازه گرد همایی نمیدهد که بر محور در واقع منافع ملت و محور قضایایی که برای ملت به لحاظ سیاسی اهمیت گرد هم جمع شدیم که نام اینها رو حزب گذاشتند، این روزهای ایرانی و این سنن ایرانی اینها حزب ما هستند، اینها جانپناه هویت ملی ما هستند. این است که از هر نگاه که بنگریم نوروز رو میتوانیم یکی از مهمترین روزهای سیاسی ایران زمین بنامیم. آقای شجره گرامی، بسیار عالی است. یعنی یک واقعا مبدع هماهنگی ملی و همدلی ملی. یک سوالی که باز اینجا مطرحه، من یه ضمن صحبت شده داشتم فکر میکردم، خب طبیعتاً اسلام از اعراب آغاز شد و خب آرام آرام به کشورهای دیگه سرایت کرد، حالا با لشکرکشی و غیره و غیره، کاری به اونش ندارم. اگر شما مطالعه بکنید در خود که اعراب، ما اینقدری که در کشور ایران به عناوین مختلف سوگواری داریم در کشور عربی نیست، در صدر کشور عربی منشأ اصلی اسلام هست و ما در از تبعیت از که از اونها به اسلام گرایش پیدا کردیم. این رو چی دور شما تعبیر میکنید؟ ببینید داستان کاسه از آشتاختر که شنیدی. بله، ما اونقدر پیش رفتیم در دروغگویی در باب دین، یعنی آخوندها رو عرض میکنن، که آمدیم گفتیم که اساسا این محمد لیاقت پیغمبری نداشته، این جبرئیل اشتباه رفته. شما احادیث نگاه کنید، اینجا کتاب عرض کنم جلد 13 بهار الانوار باقر مجلسی در دست من است، شما نگاه کنید، این یکی از مجلدات کتابی است که همه این سخنها در این است که جبرئیل به اشتباه وقتی که خداوند پیام فرستاد که اقرأ بسم ربک الذی خلق، به عنوان مثال، این جبرئیل اشتباه رفت، عوضی که بره و سراغ علی رفت سراغ محمد. یعنی در سنت رافضیگری که همین شیعه‌گری باشد، شخصیت علی بسیار بسیار مهمتر از شخصیت محمد است. مقصود این که ما از جاده‌ای که اسلام، از شاهراه اسلام که مد نظر پیامبر اسلام و صحابه و بزرگان دین بود، به طور کل دور افتادیم. آقای شجره، این است که به عنوان مثال عایشه رو جز بیت رسول به حساب نمیذاریم، دختران پیامبر رو که قطعا همه رو به اندازه هم دوست میداشته، اونها رو جز حضرت فاطمه اساسا نام نمیبریم. این است که ما یک چیزی اختراع کردیم، عرض می شود که با تنه اصلی اسلام تفاوتها داشت و آمدیم و موضوع امامت رو در واقع برکشیدیم و در اصول دین دخل و تصرف کردیم، که اصول دین 3 بود، ما شیعیان اون رو 5 کردیم و امامت رو به عنوان مهمترین اصول دین برکشیدیم. وقتی می گوییم امامت، یعنی علی و در واقع فرزندان او و اینکه پادشاهی جهان بعد از رسول لایق علی بوده است و حق او رو خوردن و بعد از او در واقع فرزندان او میرسد از در واقع عقاب او، و روزهایی که حادث شده است برای اونا، کنارتون هم بیشتر هم اینا رو کشتن، این است که وارد فرهنگ شیعه شده و وارد تقویم شیعه شده و امروز که ملایان شیعه و رافضی بر ملت حاکم هستند، آمدند و تمام این روزهایی که از آنها غم و رنج و درد و بدبختی و فرومایگی میبارد، به عنوان اعیاد رسمی ایرانیان اینها رو وارد تقویم کردند. این است که این برمیگردد به در واقع تاریخ شیعه و نگاهی که ملایان به قضیه تشیع دارن و با مایه ننگ هست که عرض کنم خدمت شما که اینها روز عمر کشان دارن. شما ملاحظه بفرمایید، یعنی روز توهین به عمر که بزرگترین شخصیت اسلام بود از نظر گسترش اسلام و
یکی از علل نفرت اهل تسنن، حالا چه دولتی بگوییم چه خود مردم، به قضیه رافضیگری، یکیش هم همین چیزاست. سب خلفا، سب یاران رسول، سب عایشه، اینها قضایاییست که ابداع اختراع شده و حالا که آقایون به قدرت رسیدن وارد کردن. من ملتی رو نمیشناسم این همه روز حزن‌انگیز به عنوان روزهای تعطیل. ما جز نوروز آقای شجره روز ملی نداریم با 2500 سال تاریخ دولت. روز همش مربوط است و راجع است به اون خانواده. در تاریخ آمریکا ما روزی که در واقع رنگ مذهبی دارد، که البته با گریه و زاری و سینه زنی توأم نیست، یکی همون تولد مسیح هست و ایستر هالیدی، بقیهش دیگه روز مردم هست، روز سربازان هست، ویدرنز دی، روزی هست تولد جورج واشنگتن هست، قضیه استقلال آمریکا هست، همش به مردم مربوط هست. خب در فرهنگ نه به دین و نه به قضایای ما بعد و طبیعه. در فرهنگ اما در ما متاسفانه همونطور که میدانید عرض میشود که برای این شخصیت هایی که مد نظر آقایان هست، اینها روزها دارن و تعطیلی های بسیار که من تعدادش از دست من رفته، بله از هممون در رفته، ندارم خدمتتون بگم چند روز رو اینها تعطیل میکنن به خاطر این قضایا. در فرهنگ اسلامی یعنی شیعه‌گری در ایران، خب مردم اصولا به حساب نمیان و این که شما میگید که روزهای متعلق باشه مردم، در اونجا اصلا مردم به حساب نمیان. من یادم میاد اون اوائلی که آقای خمینی آمده بود در ایران و خب ما هم که دومر در رادیو تلویزیون ملی ایران بودیم و به دلیل کاری که داشتیم در مرکز فرستنده، خب همه اوزهوا رو مانیتور میکردیم. یکی از روزهایشون در سخنرانیش گفت که این گریه است که ما رو نگر میداره، این گریه هست یعنی واقعا اینها اون گریه ها رو برای آبیاری مسائل اون مقاصد خودشون در نظر گرفت، در صدی که اصلا هیچ ارتباطی به دین نداره و خداوند و یا بقیه افراد اصلا نیازی به گریه یه مردم ندارن. آقای شجره قضیه کسب و کار بوده، قضیه منافع صنفی بوده، اینکه گریه بر حسین دارای ثواب هست و عرض میکنم زاری کردن بر او چنین و چنان است، این احادیث متواتر در همین کتاب های مجلسی و دیگران هست. این فقط انگیزش در واقع گرم کردن بازار ملایان بودند که اینها با این کار زندگی میکردن، اینها شغلشان این بوده. این است که عرض کنم که روزها همه روزهای عزاست، روز نشاط و شادی اساساً با متانت دینی مغایر و مخالف است و این آقایون هم با نشاط و شادی مغایر و در واقع بودند، ذهنشون و مخالف هستند و ما چیز نشاط‌آوری جز این عید نوروز نداریم. ما بقی روزهای قتل حسین هست، مرگ این هست، سم خوردن اون یکی هست، ضربت خوردن این دیگری هست. این است که عرض می شود که و اینا هیچ کنون روزهای ملت ما نیست. اگر این ملت ملت ایران هست، روزهای تعطیل او هم بایستی به ملت مربوط باشد. حالا دین هم جز فرهنگ است، ما می پذیریم، اما نه آنچنان که همه چیز دینی باشد و همه تعطیلات مربوط به شخصیت‌های دینی باشد. آخه این ملت کارهای دیگری هم کرده، داستان‌های دیگری هم داشته، افتخارات در میدان‌های جنگ داشته، روزهای بزرگ تراژیک داشته به لحاظ شکست‌های بزرگ، رجال بزرگ جهانی داشته. چگونه است که اینا همه بیکار بودن، هیچ کاره بودن؟ اما اون نمی‌دونم عرض کنم که حضرت علی اکبر و علی اصغر و غیره و ذالک و اینها شدن مالک این سرزمین، چنان که گویی ملت ایران هیچ کاره بوده و هیچ چیز در این سابقه فرهنگیش نبوده که لایق اون باشد که یک روزی هم تعطیل کنیم به خاطر آن. حداقل به خاطر چگونه عرض کنم، به خاطر پدران ایرانی، نمیدونم چگونه بگم، به خاطر نمیدونم حمله مغول، من چندین باری توضیح دارم، آیا حمله مغول تراژدی بزرگتری بوده یا کشته شدن علی اصغر حسین؟ آقا حمله مغول میگویند 30 میلیون نفر از دم شمشیر گذرانید، شهرهای خراسان که آبادترین شهرهای گیتی بودن رو همه تخریب کردن، کشتن،
قتل عام کردن، مدنیتی را از بین بردن. یک خب روز آقای... روز حمله چنگیز در تاریخ مملکت ما نیست آقای شجری. بله آقای مشیری، اگر در حکومت اسلامی به این مسائل بپردازن، اون وقت تاریخ ملی میاد بالاتر، حس ملی میاد بالاتر و اینا هیچ‌وقت این رو نمیخوان این کار انجام بدن و اینا دوست ندارن که ما یه مسئله مهمی که آقای مشیری در ایران متاسفانه الان اتفاق افتاده اینه که شما هر حرفی که یا ما در اینجا بزنیم یا افرادی که در خود ایران هستن راجع به ملیت و ملیگرایی و وطن و خدمت ایران و به اصطلاح روزهای مهم تاریخی ایران را، چه روزهای خوب و رشادتشون چه روزهای بدبختیشون صحبت میشه، اینها این رو به این ور میبرن که ما قصد تخریب اسلام رو داریم و میخواهیم که اسلام رو ضعیف کنیم. این تبلیغاتیست که آقایون میکنن، در صورتی که صحبت از یک حکومت سکولار کردن یا روزهای ملی رو به اصطلاح بالا آوردن، جشن گرفتن یا بهش افتخار کردن یا براش صحبت کردن هیچ ارتباطی به اعتقادات افراد نداره. این یعنی هر فعالیت، هر مبارزه مدنی که بخواد انجام بشه در رابطه بر این که بخواد ملیت رو، هویت رو، قدمت رو بیاره، فرهنگ رو بیاره بالا، اونها این رو به نام خیانت به اسلام میذارن و محارب با خدا و خب دوچار دردسر و همین که میده اعدام ها و کشتار ها و زندان هاست. این رو ما چگونه باید حل کنیم که آقا این حرف ها یا الان در ذهن مردم باشه که آقا این حرف ها مبارزه با مسئله اعتقادی و اسلام نیست. ملت اینه که ما در قرن 21 احتیاج داریم که زندگی بکنی و زندگی کردن همش این نیست که شما 24 ساعته به این مسائل بپردازید. خیلی مسائل دیگر هست که میشه بهش پرداخت و ملت بتونن انرژی بگیرن و بتونن جنب و جوش داشته باشن. آقای شجره این حکومت مشروعیتش رو از همین دروغ‌ها گرفته، این مشروعیتش رو از نادانی مردم گرفته، این رژیم مشروعیتش رو از این سخنان لاتائل گرفته، به همین دلیل اجازه نمیده. به همین دلیل وقتی یک روزنامه نوشته است که آیا علی سیاستمدار بود یا نبود، روزنامه رو بستن. من شنیدم. یعنی این خط قرمز رژیم هست. اینها با این داستانها زندگی کردن و با این داستانها عرض میکنم که در تاریخ در واقع کسب و کارشون رو رونق دادن. امروز هم که به حکومت رسیدن میخواهن این مملکت رو دوچار یک در واقع به قول فرنگی ها فرهنگ زدایی، اکالچوریشن، یعنی اینها دوست نمیدارن بچه ایرانی شعر فردوسی رو بداند یا بخواند. من شنیدم حذف کردن از کتاب های درسی آثار بزرگان این مملکت رو، نمایندگان بزرگ این فرهنگ رو، به جهت اینکه اینا همواره اون چه ایران دوستی و وطن دوستی و باستان گرایی و گرایش های ایرانی است رو مغایر عقاید خود و دشمن اسلام میشناسند. این است که هرگز اجازه نخواهند داد و نمیدهند و تا زمانی هم که بر حکومت هستند به همراه استبدادشان اینها هم در واقع جزئی از حکومت استبدادی است و امیدوار هستند یک روزی مردم ما بتوانند این حکومت رو سرنگون بکنند و اون که منافع ملی رو تأمین می کند از طریق قانون رو برقرار بکنند. عید مذهبی هم اشکالی ندارد به شرطی که در کناران اعیاد ملی هم باشد که نشان بده آقا ما چه ملتی هستیم، آقا در این سابقه تاریخی ما چه روزها بوده. نه اینکه یک شما نمیدونم اخبار رو گوش کردی دیروز یا نه که روز عید مصادف شده بود با گویا وفات حضرت فاطمه زهرا و اینها در گفت چه اعلان کردن در 2500 خورده ای از امامزاده ها سفره هفتین انداخته بودن به نام سفره کبرا و حتی به این بهانه هفتین سفره هفتین رم باز برده بودن زیر پوشش مسئله اسلامی.
در اینجا واقعا وظیفه مردم، وظیفه ماها واقعا سنگین‌تر و سنگین‌تر میشه، برای اینکه واقعا به مردم نشون بدیم آقا این گونه نیست. وقتی که من از شما سوال کردم که تاریخ واقعا چرا 1393 بر اساس تاریخ هجرته، در حالی که در کشور عربی تا اونجا که من میدونم اونا 1435 قمری هستن الان، البته تاریخ مراسلات و نمیدونم معاملات غیرشون بر اساس هم میلادی است، ولی تاریخ خودشون بر اساس 1435 میلادی چی قمری است الان اون را در استفاده میکنن. حتی اگر ما مسئله اسلام را در نظر میگرفتیم باید میبودیم پس 1435 قمری و تاریخ به اصطلاح معاملات بین المللی مون هم میشد بر اساس میلادی. ولی وقتی اومدیم یه همچین چیزی رو برای خودمون جدا میکنیم، هیچ وقت مردم نمیپرسن که چرا ما واقعا تاریخمون که بر اساس یک مسئله ریاضیه، چون شما خودتون از من بهتر میدونید که درست روز فروردین و سال تحویل بر اساس یک محاسبه ریاضی به اصطلاح دقیق و خورشیده و تابیدن خورشید و اون برابر بودن شب و روز و و والا وارد فلسفهش نمیشیم که فلسفه بسیار چیزه. خب چرا این رو ما بیایم میبندیم به مسئله هجرت و هیچ کسی از دانشمندان، صاحب نظران و غیره که در طول این سالها بوده نمیاد صداش در بیاد آقا این چه ارتباطی بود نداره؟ چرا ما تاریخ شمسیمون رو اگر به اساس تابش خورشید و ریاضی گرفتیم، چرا اومدیم پس با هجرت محمد قاطی کردیم؟ واقعا این سوالش فقط از خودمون نکردیم و در جامعه این مطرح نمیشه. من برای همین اساس بود که شما را امروز در این رابطه واقعا سوال کردم که واقعا چه راهی ما باید بریم که اولا اینها در جامعه روشن بشه، مسائلی که مربوط واقعا به اسلام نیست چرا رفته به اسلام، این مخالفت با اسلام واقعا نیست، این برای که ما هر چیزی رو در جای خودش داشته باشیم. کسی که میره مسجد خب مسجد میره، برای کسی میره کتاب خونه برای کتاب خوندن چه ارتباطی به مسجد نداره، این دوتا نمیشه با هم قاطی کرد. بریم کتابخانه اسلامی یا کتابخونه کتابخونه است. صحبت من اینه، یعنی این نوع مبارزات چیزی رو مدنی رو چگونه میشه واقعا در جامعه رشدش داد که مردم بفهمند که این حرفا مخالفت با اسلام نیست. آقای شجره شما قربونتون برم، شما در این محیط دموکراتیکی نیستید که شما بخواید مباحث رو مطرح کنید، مقاله بنویسید، از این کارا بکنید، مردم رو روشن کنید. یک سیستم استبدادی است، کوچکترین حرفی که شما بزنید که وارد خط قرمز این حکومت بشود جاتون زندان هست، اگر روزنامه نگار هستین میبندن، اگر که نمیدونم وبلاگ نویس هستین زندان میکنن، شکنجه میکنن. این حرف ها به کار سیستم استبدادی در واقع تأثیری نداره. این مطلبی که شما میگویید که حالا این 1300 اونم چند بوده است، اون قمرش، این شمسیست، اینا کل قضیه اسلام رو یه چیز دیگری کردن. یعنی واقعا مسائلی مثل فرض بفرمایید قدیر خم، جانشینی علی بعد از محمد، اصلا اینا وجود نداره در تاریخ. شما هرگز در هیچ تاریخ معتبری در تاریخ اسلام چیزی رو ندارید به این عنوان که محمد آمد و علی رو به جانشینی خود برگزید. شما فکرشو بکنید. این است که این رویه در واقع فکریه شیعه بر این داستان ها استوار است، بر امامت و اون چه به امامت مربوط است و حکومت جهان که حق امام علی بوده و بعد اینها رو میراثش رو حسن و حسین بردن و بعد اولاد عرض میکنم حسین هستن که این لیاقت رو دارن تا میرسیم به امام دوازدهم که غایب است. این فلسفه سیاسی شیعه است که غایب است و ما نمایندگان او بر جهان بایستی حکومت کنیم تا ایشان ظهور بکنند. وقتی ظهور کرد دیگر حکومت در دست ایشان است، ما کنار خواهیم رفت. و همین دلیل هم بود که در عصر مشروطه وکالت عامه امر حرامی تلقی می شد. یعنی شما بخواهید وکیل بشوید، تبلیغات آقا مردم به من رو بیدین، یه فعل حرام دارین انجام میدین، چون حق وکالت از مردم سلب شده، از مردم عادی سلب شده. این قضایای به این درجه از اهمیت رو
به این گونه برخورد میکنن تا چه رسد بخواد به تاریخ قمری و شمسی و اینجور. بله ما آقای مشیری این مبحث رو در یک برنامه دیگری که اگر شما وقت داشته باشید، من دوست دارم این بحث رو با هم وقت ادامه بدیم، چون بسیار جالب هستیم واقعا به یک سری واردات مدنی که شاید بتونیم ازش اون نتیجه که شما منظورتون هستش که این حکومت، یعنی نه مسئله اسلام بلکه حکومت واقعا این جامعه که حالا بگیم آخوندی یا روحانی واده برکه هستش، این رو بتونیم برکنار بکنیم و برای حکومت سکولار تا برسیم اونجا. بنده خدمت شما با تکرار میکنم آقای شجره گرامی، خدمت هموطنان، که ما در براندازی که سخن گفتیم ما ابتدا بایستی خانه تکانی ذهنی بکنیم. دقیقاً. براندازی رو از فکر و ذهن خود، جمیع این دروغ ها، جمیع این در واقع خرافات و جمعه این مطالبی که این آخونده آمدن و با زور چماق و شکنجه و اعدام و نمیدونم تهدید و ارعاب در بر جامعه رایج کردن، اینها رو براندازی بکنیم، از قید و بند این دروغهای شاخدار رها بشویم و خرافات، براندازی خود به خود اتفاق خواهد افتاد. حالا برای اینکه مطلب رو عوض بکنیم، برگردیم به فضای نوروزی. آقای مشیری، شما اولین نوروز رو کجا بودید خارج از ایران؟ اولین نوروز رو بعد در آمریکا بودم، سال 1974. شما قبل از انقلاب اینجا بودید؟ بله، من 5 سال قبل از انقلاب اینجا بودم. به سال 1974 23 جون بنده وارد آمریکا شدم، بنابراین طبیعتاً نوروز اون سال رو که در واقع وارد می شود به سال بعدی که بنده نمیدونم الان به تاریخ ایرانی 53 یا 54 بود، در آمریکا بودم آقای شجره. چگونه گذشت اون سال نوروز؟ اون سال بسیار خوب گذشت. عرض کنم که چند دوست آمریکایی داشتیم، دعوت کردیم و یک فکر کنم که یادم نیست، فکر کنم یا هیلتون هتل بود یا یکی از هتل‌های دیگه واشنگتن بود، که ما در اونجا با برادرم و دو سه تن دوستان ایرانی دیگر بودیم، چند دوست آمریکایی هم داشتیم، رفتیم در اونجا و نوروز گرفتیم و این اولین نوروز بود که بنده به یاد دارم در این 42 سالی که آمریکا هستم. و خیلی اون شب جای شما خیلی خوش گذشت. هیچ سالی بوده که شما نوروز رو نتونید جشن بگیرید؟ یعنی ولادت گرفتاری یا ما فراموش کنیم آقای، حالا سالی بوده است که بسیار خوبتر برقرار شده، یعنی شرایط به گونه ای بوده است که شادتر و بهتر و غنی‌تر بوده، سال هم بوده است که در واقع در حد خیلی بالا و متعالی نبوده، اما نوروز هرگز فراموش نشده خیلی در ذهن ما. بخواهی بهترین خاطره که نوروز داریم مال چه سالی بوده؟ فکر کنم مال همونی که دو سال اولیست که در آمریکا بودم، 3-4 سال اول یک نوروز هم در سفارت ایران برقرار شد، بسیار باشکوه و جالب بود، بنده در اونجا هم حضور داشتم و بقیه رو جز به جز هیچ یادم نیست که بخوام خدمتتون ذکر جزئیات کنم. بسیار خوب. اگر مطلبی الان برای شما بینندگان عزیز ندارید، ما در اینجا میتونیم خداحافظی بکنیم و اگر فرصت دیگری پیش اومد که باز ما میتونیم در دنبال صحبت هامون راجع به مسائل فرهنگی و مثل مبارزات مدنی و غیره با هم صحبت بکنیم. خیلی از شما سپاسگزارم. من یک بار دیگر نوروز رو این عید باستانی شکوهمند شریف رو خدمت هموطنان تبریک عرض میکنم و باز تکیه بر این امر دارم که ما بایستی از این اعیاد ملی و این روزهای بزرگ ایرانی به جهت گسترش مشترکات خود استفاده بکنیم در راه اتفاق و اتحاد برای براندازی این رژیم و برقراری یک دموکراسی سکولار در ایران و حفظ ملیت و قدمت و فرهنگمون. خیلی ممنون جناب آقای مشیری و انشالله که شما رو به زودی در
جمع خود رو اونجا داشته باشیم. میدونم که شما وقتی میرید تگزاس اونجا دوستان زیادی دارید که نمیذارن شما حالا حالا به این ورا بیاید. ممنون و تا روز دوشنبه که شما برنامه خودتون رو شخصا خواهید داشت از شما خداحافظی میکنم و من هم در پایان باز هم تأکید میکنم که عید نوروز بر همه عزیزان خجسته باد و سالی باید باشه که ما بتونیم همت کنیم به هر شکلی که فکر میکنیم با همدلی و همیاری از این معضل بگذریم و بتونیم به یک کشور آزاد، مستقل، روشن و متعالی برسیم. خدا نگهدار آقای مشیری و خدا نگهدار بینندگان عزیز.